قسمت ششم جورنال ها و ولاگ های من 10 minutes of bliss. بعد از موضوع زیبای شکرگزاری که حتما در کتاب که دارم روش کار میکنم مفصل راجبش خواهیم صحبت خواهیم کرد راجبش خواهم نوشت، کتاب به انگلیسی خواهد بود. So if you guys do speak English, it's going to be something that you can look forward to, hopefully. به زودی بیاد بیرون. امیدوارم تا قبل از امسال کتاب رو بتونم بدم بیرون، که حتما خواهم داد. امیدوار نیستم. خواهم داد. و آره، توی اون کتاب هم مفصل راجع به تاریخ شکرگزاری، تغییر مفهوم آن و مفصل راجع بهش وارد خواهیم شد. موضوع صحبت امروز هم البته و خاطره ای که از یعنی یادداشت خاطرات خودم که این برنامه هست، راجع به درک من وقتی بود که عوض شد در مورد اینی که بزرگترین مشکلات زندگی شخصی من در گذشته و وقتی که میبینم تمام مشکلاتم تقریبا 95-99 درصدشون از یک علت دارن نشأت میگیرن و میرم نگاه میکنم، گفتم بابا مگه میشه همچین چیزی؟ بعد نگاه میکنی میبینی نه تنها من بلکه همه انسان ها همین یک ماجرا رو دارن و نه تنها همه انسان ها در طول تاریخ بشریت همین مشکل گریبانگیرشون بوده در تمام شرایطی که شرایط بحرانی بوده و منجر به آسیب دیدن اجتماعی شخصی و تمام شرایط دیگری شده که برای تا وقتی که تاریخ بشریت بوده ما همیشه برمیگردیم به مسئله سوء تفاهم یا سوء misunderstanding، متوجه نشدن هم دیگه به عنوان اصل ماجرای ایجاد کانفلیکت یا بحران در تمام شرایط بین دو انسان، بین دو گروه. وقتی که درک همدیگه پاسیبل یا حاضر نباشه، مطمئنن منجر به اتفاقاتی میفته که خوشایند نیستن، به خاطر اینی که اسکلیشن به وجود میاد، هی تنشن ها بالاتر میره و چون فهم و درک هم دیگه وجود نداره سوء تفاهم بیشتر میشه و چون که سوء تفاهم زیاد میشه باورهایی که ما مخصوصا همه وارد شرایطی میشیم که در میخواییم محتاطانه با اون شرایط برخورد بکنیم، چون شاید فکر میکنیم که بر علیه well-beingمون و survivalمون و هستیمون و رفاهمون داره این یک ماجرای پیش میره، خیلی به طور دیفنسیو آردی توی ماجرا هستیم و به محض اینی که یک چیزی میبینیم که دوست نداریم و نمیفهمیم شروع میکنیم تو ذهن خودمون برای خودمون شرایطی درست کردن که دیدی اینه حواست باشه رد فلگ، و توی این شرایط خودمونو به یک داستانی میکشیم و میفروشیم اون داستان، اون شرایطی که داره اتفاق میفته رو، که طبعا در بیشتر زمانها و موقعیتها حقیقت ماجرا نیست و یک حقیقتیه که در ذهن ما در اون لحظه بر اساس سوء تفاهمی که ما برامون به وجود اومده برای اینکه درک نکردیم و نخواستیم که سوال و جواب بکنیم در موردش، به اونجا ما رو میرسونه که میریم توی چرخه basically loop from hell بهش میگن، مثل یک شکل عدد 8 انگلیسی که هی توش گیر میکنیم، خودمون رو میخوریم، میگیم حواست باشه و دوباره یک چیزی رو نوتیس میکنیم بیشتر و چون که دنبال اون میگردیم اون بیشتر میاد به ذهنمون و کلن از همونجا هست که دیگه تمام روابط به شرایط کریتیکال و شرایط خطرناک
نزدیک میشن. حالا چه روابط اجتماعی، روابط احساسی، روابط خانوادگی، روابط کشوری، روابط شهروندی. پس درک به اینی که این ماجرا سوء تفاهم بزرگترین ریشه قوی ترین یا بزرگترین کاز یا تولید کننده مشکلات در طول تاریخ بشریت بوده چیز عجیب و جدیدی نیستش. خیلی جنگ ها همه سر این ماجراها به وجود میان، سر دین چه ماجراهایی به وجود میاد، سر سیاست، سوء تفاهم ها، خلاصش این ماجرا ادامه پیدا میکنه. اما یک نکته خیلی مهم اینجا وجود داره که باید به اون understanding من میرسیدم قبل از اینی که بتونم به این درک برسم که همه رو بتونم بهتر بفهمم، و اون ماجرا این بود که باید درک میکردم که باورهای من به زندگی و دیدگاه من به زندگی و حتی باورهای بنیادی من تنها حالت درست بودن و زندگی کردن روی کره زمین نیست. به خاطر اینکه این یک بعدی نگاه کردن به زندگی که تمام باورهای من اگر من درست، من باور دارم درسته، اگر شما نداری اشتباه، من میرم بهش، شما میری جهنم، این از شروع مشکلهایی بود که سوء تفاهم و سوء اندرستندینگ، سوء تفاهم و میس اندرستندینگ ها رو به وجود میاره. پس کاری که ما باید بکنیم که خیلی مهم هست که من باید درون خودم به وجود می‌آوردم این بود که باید به این نتیجه می‌رسیدم که به علاوه من هر باور دیگه‌ای که می‌تونه وجود داشته باشه که خیلی هاش متضاد باورهای من هست، این باورها همه و تک تک میتونن درست باشن. و برای این هست که وقتی به این نتیجه برسیم که من خودم احساس خطر و کمبود نکنم اگر یک باور دیگه هم که برخلاف من هست درست باشه، چون دنیای من الان به لرزه در نخواهد آمد، چون برای من تعریف نشده که بهشت و جهنم من فقط جای منه و هر کسی مخالف من هست اونها در به جهنم ما هستن و ما در بهشت خودمان. من همچین باورهایی رو چون مدت‌های قبل باید کنار می‌گذاشتم، قسمت منطقی بعدیش این بود که باورهای منطقی عمیق‌تر هم همچنان می‌توانند متفاوت و درست باشند که هستند. پس قدم بعدی و نکته بعدی که ما بایدش و من بهش رسیدم این مالتی دیمنشنال بودن زندگی هست، که یک دایمنشن یا یک پارادایم یا یک حقیقت یا یک تجربه حقیقت درست و حقیقت محض نیست. و از اونجا هست که understanding و باور کرد و دیدن، شنیدن آغاز میشه. به خاطر اینی که وقتی که ما اون دفاع گارد نترالمون رو بالا نداریم، چون فکر میکنیم هر کسی هر چی میخواد بگه که کوچکترین خدشه‌ای به باورهای من بخواد وارد بکنه از لحاظ خودم، دفاع داریم میکنیم و میخواییم سریع قبل از این که اصلا حرفشو بشنویم برای خودمون یک جواب درست بکنیم و بگیم که همش به آرگومنت منجر میشه، ما همدیگر رو درک میکنیم. وقتی همدیگر رو درک میکنیم میتونیم به هم نزدیکتر شیم، میتونیم هدف هامون رو به هم نزدیکتر بکنیم بدون اینی که درگیر جدایی سازی از هم بشیم. و اونجوری هست که درهایی برای ما شروع میکنه به باز شدن که این درها قبلا هیچ وقت وجود نداشتن. از اونجا هست که شرایط زندگی شروع میکنه به حقیقت عوض شدن، نه تنها در باورهای فکری ما، بلکه در حقیقت زندگی که ما تجربه میکنیم، که دیده میشه، لمس میشه، که چگونه فقط گوش کردن، دیدن، شنیدن و باور کردن حقیقت زندگی بقیه، نه به عنوان این که من بخوام چلنجشون کنم یا اینی که بخوام مسخرشون کنم، بلکه به عنوان این که اونها هم دارن یک تجربه‌ای رو در زندگی خودشون میکنن که مثل من در زمان حال لازم هست که اون تجربه رو داشته باشن، و با کامپشن، با درک، با فهم، با وجود صلوح نیت، نمیدونم یه همچین کلمه ای بهش میگن، با اون خصوصیات گوش دادن روابط رو به عمق‌هایی میرسونه، به جایی میرسونه که اصلا داینامیک زندگی ایمیدیتلی و به سرعت عوض میشه و از همون لحظه به بعد زندگی دیگه
تغییری خواهد کرد، به سوی بهتر شدن، به سوی آسان‌تر شدن، به سوی effortless بودن، که هیچ وقت حتی فکرش هم ممکن نبوده. این هم راجب خاطرات من و سوء تفاهم.